دوستان عزیز فارسی مدیا سلام، امیدوارم عالی باشید. در این ویدیو میخوایم در رابطه با کارهایی که اکثر ماها معمولا در روز زیاد انجام میدیم بیشتر آشناتون کنیم، یعنی شکستن قولنج. آیا شکستن قولنج ضرر داره؟ همراه با فارسی مدیا باشید تا تشخیص بدیم که آیا شکستن قولنج برای ما ضرر داره یا نه. اگر شما هم از این دسته کسانی هستید که عادت دارن قولنج های خودشون رو بشکنن، حتما برایتون این سوال پیش اومده که آیا شکستن قولنج ضرر داره یا نه. این عادت شاید برای اطرافیانتون آزاردهنده باشه، اما حقیقت اونه که شکستن قولنج انگشتان دست آسیبی به اونها نمیزنه. خیلی ها تصور میکنن شکستن قولنج باعث آرتریت یا همون التهاب مفصل یا بزرگ شدن اندازه مفصل های انگشت دست میشه. در ادامه میخواییم ببینیم که وقتی قولنج خودمون رو میشکنیم دقیقا چه اتفاقی رخ میده و چرا این کار اونقدر هم که فکر میکنید بد نیست. وقتی قولنج خود را میشکنیم دقیقا چه اتفاقی رخ میدهد؟ وقتی که قولنج خودتون رو میشکنید، شما در حقیقت فشار درون توده پر از مایعی که میان مفصلهایتون وجود داره رو تغییر میدید. جایی که قولنجش رو میشکنید همون مفصلهای شماست که دو سخون رو به وسیله چیزی به نام پوشینه مفصلی به یکدیگر متصل میکنه. پوشینه مفصلی مملو از مایعیه که جلوی ساییده شدن استخونها رو به یکدیگر میگیره. وقتی قولنج خودمون رو میشکنیم در حقیقت استخونها رو اندکی از هم دور میکنیم. مسئله اینه که باعث تغییر فشار درون پوشینه مفصلی میشه. این تغییر در فشار موجب تشکیل یک حباب گازی میشه که عامل همون صداییه که هنگام شکستن قولنج شنیده میشه. به همین دلیله که شما قولنج یک مفصل را دو بار متوالی نمیتونید بشکنید. در حقیقت باید صبر کنید تا اون حباب‌های گازی دوباره در مفصل مورد نظر تشکیل بشن تا بتونید اونها رو بتر کنید. به طور کلی این فرایند نزدیک به 15 دقیقه طول میکشه. آیا شکستن قولنج باعث ابتلا به آرتریت میشه؟ شکستن قولنج نه باعث آرتریت میشه نه اندازه مفصل‌ها رو بزرگتر میکنه. به گفته متخصصان بعیده که تغییر کوتاه مدتی بعد از شکستن قولنج در مفصل‌ها به وجود بیاد و تأثیر منفی بر غضروف‌های مفصل‌ها داشته باشه. علاوه بر این، محققان در تحقیقی در سال 2011 ارتباطی میان سابقه عادت به شکستن قولنج و بالا رفتن ریسک آرتروز پیدا نکردند. از 215 شرکت کننده این پژوهش، درصد افراد مبتلا به آرتروز با عادت شکستن قولنج 18% مشابه درصد افراد مبتلای به این بیماری بود که عادت به شکستن قولنج نداشتند که 21% بود. مسئله ای که نشون میده شکستن قولنج ریسک فاکتوری برای ابتلا به آرتروز محسوب نمیشه. در یه آزمایش دیگه‌ای که انجام شد، پزشکی به مدت 60 سال قولنج دست چپ خودش رو به طور مرتب شکسته بود. بعد از اون میزان پیشرفت بیماری آرتروز در هر دو دستش رو مورد بررسی قرار داده بود، اما تفاوتی پیدا نکرد. فارغ از این که عادت به شکستن قولنج خود دارید یا نه، اگر متوجه شدید که هرچی میگذره اندازه مفصلهایتون بزرگتر میشه، باید به پزشک مراجعه کنید، چون این مسئله ممکنه نشانه بیماری آرتریت یا همون التهاب مفصل بشه. به علاوه شما نباید هر صدایی که از مفصلهایتون به گوش میرسه رو یکی بدونید. در حقیقت شما باید بدونید که صدای بلندی که معمولاً هنگام شکستن قولنج شنیده میشه و با هیچ دردی همراه نیست، با صدای خورد شدن یا ساییده شدن دردناکی که بر اثر آرتریت یا جراحت از مفصلها شنیده میشه متفاوته. صدای شکستن قولنج اگه با درد همراه باشه ممکنه نشانه پارگی ربات یا غضروف باشه، یا اینکه بخشی از غضروف به دلیل شل شدن در داخل مفصل شناور شده. علاوه بر این، اگه از اون دسته کسانی هستید که عادت به شکستن قولنج دارن، ممکنه متوجه شده باشید که هرچه سنتون بالاتر میره انجام این کار براتون سخت‌تر میشه. علت این مسئله اونه که هرچه سن ما بالاتر میره مفصل‌هامون خشک‌تر میشه. به همین دلیله که ممکنه امکان شکستن قولنج کمتر بشه. دوستان همراهان فارسی مدیا، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بدرود.